بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که امروز در موعد مقرر آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی بودجه سال 1400 تقدیم مجلس شورای اسلامی میشه. بسیار علاقمند بودم طبق روال سالهای گذشته سخنان امروزم خطاب به مردم عزیز و نمایندگان محترم در خانه ملت و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایراد می شد. عدم حضور در مجلس شورای اسلامی صرفاً به دلیل مصوبات ستاد ملی کرونا است و ما همه موظفیم دستوراتی که ستاد ملی صادر می‌کنه برای سلامت جامعه به عنوان وظیفه قانونی و حتی وظیفه شرعی اون رو اجرا کنیم و پیاده کنیم. گمانه‌زنی هایی که ممکنه در رسانه ها مطرح بشه که عدم حضور امروز من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره و اون رو مضر میدونه برای روند فعالیت های دیپلماتیک، اما نرفتن به مجلس صرفاً به دلیل پروتکل‌های بهداشتی بوده صرفاً و نه مسئله دیگر. بودجه امسال اهمیت خاص و ویژه‌ای داره و اساساً سال 1400 از جهاتی سال ممتاز و حائز اهمیته. اولا سال آینده سال پایانی قرن هست، قرن چهاردهم پایان میپذیره و در آستانه ورود به قرن جدید و قرن پونزدهم خواهیم بود و از طرف دیگر این بودجه در زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشه که ما احساس می‌کنیم شرایط سال آینده با دهه‌ای که گذشت از آغاز سال 90 تا امروز کمی متفاوت خواهد بود. دشمنان ما همه توان خودشون رو در این دهه به کار گرفتند برای فشار به مردم و تسلیم شدن مردم و به ویژه در 3 سال اخیر در سال 97، 98، 99 تحریم رو تبدیل کردن به یک جنگ تمام عیار اقتصادی. اما در این حال ما فکر میکنیم با شکست این جنگ و فشار حداکثری شرایط در سال آینده شرایط متفاوتی خواهد بود، نه تنها به خاطر اینکه ترامپ شکست خورد با سیاست‌های غلطش نسبت به ایران و جهان، بلکه هر دولتی روی کار می‌آمد در آمریکا به خاطر شکست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ناچار بود در برابر ملت ایران سر تسلیم فرود بیاره. خب در آغاز این بحث من لازم میدونم مقدمه ای رو اشاره بکنم که مردم عزیز ما مستحضر باشند که ما در شرایطی دولتمون کارش رو آغاز کرد در سال 92 که برای اولین بار بعد از جنگ تحمیلی ما شرایط
رکود تورمی عمیقی رو در کشورمان شاهد بودیم. با تورم بیش از 34% و با رشد اقتصادی منهای 7.7 که یک شرایط رکود توأم با تورم، اون هم به این صورت، برای اولین بار بود که بعد از جنگ تحمیلی دولت چنین شرایطی رو تحویل می گرفت و کار خودش رو آغاز می کرد. دولت در تلاش 6 ماهه اول کار خودش و با ورود به سال 93 در هر دو مسئله، یعنی هم تورم و هم در مسئله رکود، تغییرات اساسی رو ایجاد کرد. در زمینه تورم در همون سال 93 ما به تورم 15.6 رسیدیم، یعنی تورم رو از اون رشد بی سابقش مهار کردیم و همزمان در سال 93 به رشد اقتصادی رسیدیم. یعنی شرایطی که ما در سال 91 داشتیم، در سال 92 داشتیم، در سال 93 کاملا تغییر کرد. رشد اقتصادی ما مثبت 3.2 شد. علارغم این که در سال 93 در بخش دوم سال ما با سقوط شدید قیمت نفت مواجه شدیم که این سقوط بی سابقه بود، یعنی نفت 120 دلاری به تدریج تبدیل شد به 30 دلار، به 1/4 قیمت تنزل پیدا کرد. و در این شرایط ما تونستیم کشور رو، اداره کشور را، بدون اینکه تکانه اقتصادی در جامعه ما باشه اداره کنیم. و در این حال مذاکرات اصلی را هم در سال 93 و 94 ادامه بدیم. در سال 94 که به توافق هسته‌ای دست یافتیم، گشایش‌های بسیار مهمی در کشور ایجاد شد. اقتصاد شرایط جدیدی رو پیدا کرد. ما در این شرایط بود که تونستیم فازهای مختلف پارس جنوبی رو به افتتاح برسانیم. ما تو این شرایط بود که تونستیم پتروشیمی‌های متنوع رو تکمیل و به اتمام برسونیم. ما در این شرایط بود که تونستیم پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو تکمیل کنیم و افتتاح کنیم. شرایط اقتصادی به طور کلی در پایان سال 94 و 95 عوض شد، تا جایی که در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی جهان از آن ایران بود. ایران در سال 95 با 14.5، با مثبت 14.5، بالاترین رشد اقتصادی جهان رو داشت. و با تک رقمی شدن تورم از اواخر سال 94، سال 95 تورم ما تک رقمی بود، سال 96 تورم ما تک رقمی بود، حتی در ماهای اولیه سال 97 هم تورم ما تک رقمی بود که جنگ اقتصادی آغاز شده بود و شروع شده بود. و اگر ما بخواهیم تورم 4 سال اول فعالیت رو از سال 93 تا 96 در کنار هم مقایسه کنیم، در این 4 سال متوسط تورم ما 11.5 بوده و رشد اقتصادی ما بالای 4 بوده. بنابراین در مقایسه با یک زمان بلند مدت 50 ساله، شرایط اقتصادی بی‌نظیری رو توانست دولت تدبیر و امید به وجود بیاره. در زمینه اشتغال که یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیت و امروز هم برای ما مهمه، میدونیم که از سال 85 تا 91
تقریبا رشد اشتغال ما، خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده، یعنی ما خالص اشتغالی تقریبا نداشتیم. از سال 93 ما شاهد دو پدیده بودیم، یکی این که جمعیت فعال ما یک مرتبه افزایش پیدا کرد. همین الان که امسال سال بسیار سختی رو ما میگذرونیم، از لحاظ آمار ما بیکاری ما کاهش پیدا کرده، اما اون مشکلی که ما داریم جمعیت فعال ما هم کاهش پیدا کرده. اون مشکله، یعنی مردم نمیان پی شغل و کار، حالا به هر دلیلی، به دلیل شرایط اقتصادی، به دلیل بیماری. ما در سال 93 به بعد روند جمعیت فعال رو در حال افزایش دیدیم و تقریبا در هر فصلی مشابه با فصل سال قبل بیش از 900 هزار نفر جمعیت فعال ما افزایش پیدا کرد و البته همزمان اشتغال خالص ما هم افزایش پیدا کرد. یعنی از سال 93 تا 96 در همه فصول ما نسبت به فصلهای سال قبل اشتغال ما 700 هزار نفر بوده و این اشتغال در جهان کم سابقه و در تاریخ ایران احتمالاً بی سابقه است که چند سال پشت سر هم یه همچون اشتغالی رو مردم شاهد باشن. در مجموع تا سال 97 در طول مدت 7 سال علارغم فراز و نشیب ها، علارغم کاهش قیمت نفت، علارغم اینکه مذاکرات هسته‌ای کمی طولانی شد تا سال 94 به ثمر نهایی برسه، ما تونستیم در شرایط اقتصادی کشور و شرایط سیاسی به وجود آمده کلیه پایه‌های قدرت مقاومت کشور رو در برابر فشارهای بیرونی تقویت کنیم. به برکت همین فضا بود که از سال 97 می‌بینیم هر قطعنامه‌ای که آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل می‌خواد ارائه بکنه ناموفق هست. در اون دوران، یعنی دوران قبل، دوران قبل از سال 92، هر قطعنامه‌ای که می‌خواست علیه ایران تصویب بشه روسیه و چین هم رأی مثبت علیه ایران می‌دادن. اما در این دوره شرایطی رو ما به وجود آوردیم و قدرت سیاسی رو به وجود آوردیم که آمریکا در سازمان ملل گاهی یک یا دو رأی بیشتر نداشت و همه قدرت‌های بزرگ اهم از اتحادیه اروپا، روس، چین با آمریکا مخالفت کردند. تنها مسئله سیاسی نبود، ما در زمینه حقوقی هم به هر دادگاه بین المللی رفتیم علیه آمریکا. در مراحل اولیه موفقیت به دست آوردیم که البته مراحل نهاییش در مسیر جریان حقوقیش هست که باز امیدواریم به موفقیت نهایی برسیم. همه این شرایط باعث شد که ما قدرت دفاعیمون رو بیش از هر زمان دیگر تقویت کردیم. ما شرایط ما در این 7 سال به گونه ایست که قدرت دفاعی ما نسبت به 8 سال پیش قابل مقایسه نیست، مخصوصا در سلاح‌های راهبردی، در زمینه دریایی، در زمینه نافچه ها، در زمینه زیر دریایی ها، در زمینه هوا، در زمینه جنگنده ها، در زمینه هلیکوپتر، در زمینه موشک ها، در زمینه پدافند. مقایسه کنیم شرایط امروز کشور رو با 7 سال 8 سال پیش، شما میبینید این قدرت ما چند برابر شده و این در سایه موفقیت هایی بود که در فضایی که ما به وجود آوردیم و در شرایط اقتصادی
تونستیم بنیه دفاعی کشور را از هر زمان دیگر قوی تر کنیم و تقویت بکنیم. ما بسیار مهمه در این شرایط که آمار و ارقام و شرایط سالهای گذشته رو دقیقاً مورد توجه قرار بدیم. در تمام زمینه‌ها از جمله در زمینه هسته‌ای، شرایطی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم به مراتب بالاتر از 8 سال پیشه. قدرتی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم، ما از یک آیاروان یا آیارتو که حالا آیارتوشم بخشیش ناقص بود، امروز به آیار 8 و آیار 9 رسیدیم. ما امروز قادریم آیار 2M رو در زنجیرهای متعدد غنی سازی کنیم. ما امروز قادریم با آیار 6 زنجیره غنی سازی داشته باشیم. یه همچون قدرتی هیچ وقت در تاریخ ایران نبوده، نه در 8 سال پیش، نه در هیچ زمان دیگر. امروز ما از لحاظ هسته‌ای از هر زمان دیگر قدرتمندتر و توانمندتریم و از لحاظ امکانات تحقیق و توسعه شرایط ما از هر زمان دیگر بهتره. نباید به خاطر رقابت‌های سیاسی یا رقابت‌های انتخاباتی که به نظر من هنوز زوده که شروع بشه برای انتخابات سال 1400، باعث شه ما اخلاق رو زیر پا بگذاریم یا حقایق رو زیر پا بگذاریم. واقعیت‌ها رو خیلی روشن شفاف باید با آمار و ارقام به مردم بگیم. البته ما همه این توفیقات رو در شرایطی به دست آوردیم که در بهترین شرایط صادرات نفتی ما، یعنی در سال 96، درآمد ما تقریبا به اندازه بدترین سالهای دولت‌های قبل بود یا دولت قبل بود. خب ما در بهترین شرایط 65 میلیارد دلار درآمد داشتیم از نفت، در حالی که در دولت قبلی به طور متوسط در سالها 100 میلیارد و در سال 1390 119 میلیارد دلار درآمد نفتی بود. پس علارغم اینکه ما درآمد نفتی ما محدود شد، اما تلاش و فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی ما، عمومی ما، دولتی ما به گونه‌ای بود که توانستیم این پیشرفت‌ها رو حاصل کنیم. خب همه ما می‌دونیم قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاد، با برجام عده‌ای مخالف بودند، به ویژه صهیونیست‌ها، به ویژه ارتجاع منطقه و به ویژه تندروهای آمریکا. این سه گروه، حالا گروهکای دیگر هم بودن، اونا قابل ذکر نیستن. این سه گروه، تندروهای آمریکا، رژیم صهیونیستی، مرتجعین منطقه، اینا با همه توان میخواستن برجام به ثمر نرسه، نتونستن، ناموفق بودن، همه توان خودشون رو به کار بردن. چون دولت قبلی آمریکا تا حدی به سیاست، مدیریت، جهان آشنا بود، اما کسی در آمریکا رو کار آمد که نه دارای مدیریت بود، نه سیاست بلد بود، نه تدبیر بلد بود و به راحتی میتونست با پول عربستان، با فشار صهیونیست ها، با فشار تندروها او را به هر سمتی میخوان بچرخونن که چرخوندند و متاسفانه از یک قراردادی که برای ثبات جهان و ثبات منطقه ما مفید بود و میتونست زمین ساز تعامل سازنده در سطح جهان باشه، این رو زیر پا گذاشت. ما در سال 97 علارغم فشارهای شدیدی که از طریق آمریکا و شروع جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شد، نگذاشتیم کشور دچار تکانه شدید بشه.
شما به سال 91 و 92 برگردید که تحریم سال 90 در 91 و 92 چه کار کرد و مردم برای کالاهای اساسی چگونه صف می‌بستند. در سال 97 هیچگاه صفی برای دریافت کالای اساسی بسته نشد. یعنی علارغم همه فشارها دولت توانست به وفور کالای اساسی رو در اختیار مردم قرار بده. و علارغم همه فشارهای سال 97 ما در 98 شروع کردیم به کنترل، هم کنترل تورم و هم در زمینه رشد اقتصادی. شرایط رو شما در سال 98 از اردیبهشت به بعد می‌بینید که وضع تورم بهتر میشه، شرایط رشد اقتصادی ما بهتر میشه، حتی در سال 98 ما رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت میشه. اما متاسفانه در اواخر سال 98 دنیا با یک بحران جدیدی به نام کرونا مواجه شد که در 100 سال گذشته بی سابقه بود. همه کشورها رو دچار مشکل کرد از لحاظ اقتصادی. ما هم به همون نسبت در سال 99 دچار مشکل اقتصادی شدیم. حالا مشکلاتی هم داشتیم از لحاظ سیل و زلزله و اونا، اونها رو من اشاره نمی کنم. ما به طور طبیعی در سال 99 صادرات ما در ماه‌های اولیه افت کرد، واردات ما افت کرد و در شرایطی ما قرار گرفتیم که در سال 99 در 8 ماهه اول امسال از لحاظ وزنی 14% و از لحاظ ارزشی 19% صادرات ما کاهش پیدا کرده، صادرات غیر نفتی ما. حالا صادرات نفتی ما که کاهش خیلی بالاتر از این حرف هاست که به جاش الان من اشاره خواهم کرد. خب درآمد نفتی ما هم به همون نسبت ما در سال 97، 98 و 99 کاهش پیدا کرد. خب به دلایلی که روشن هست که فروش نفت در صحنه بین المللی برای ما با دشواری های فراوانی مواجه کردند که مشتریای ما دچار مشکل شدن. ما دچار مشکل نشدیم برای صادرات نفت، اما مشتریای ما رو دچار مشکل کردن برای اینکه نفت رو خریداری بکنن. علارغم همه این حرفا ما خوشحالیم که شرایط امروز هم به سمت بهبود تدریجی حرکت میکنه. امید مردم برای آینده اقتصاد کشور بیشتر شده. محاسبات مردم بر این است که جنگ خودش نزدیک شده. محاسبات جهان اینه که فشار حد اکثری راه به جایی نبرده. اونها میخواستن اقتصاد ایران رو فلج کنند، ناموفق بودند. اونها میخواستن شرایط زندگی رو برای مردم غیر قابل تحمل کنند، ناموفق بودند. البته مردم عزیز ما در این 3 سال سختی ها و رنج های فراوانی رو تحمل کردند به خاطر این فشار سنگین و سختی که در تمام زمینه ها این فشار وارد شد. اما و حمدالله دولت، مردم و قوای دیگر در کنار دیگر هم با جنگ مبارزه کردند و هم با کرونا مبارزه کردند. امیدواریم در هر دو زمینه موفقیت نهایی رو ملت بزرگ ایران به دست بیاره. اما در ماه‌های اخیر ما شاهد یک حرکت مثبت در زمینه اقتصادی هستیم. در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه پارسال تولید و فروش فعالیت‌های اقتصادی ما مثبت بوده، با رشد 5.6% در تولید و 11.5% در فروش. و همچنین در طول 7 ماهه ابتدایی سال جاری در بخش صنعت ما مواجهیم با رشد 6.14% و رشد فروش 8.19%. خب علارغم این فشارها تولید داخلی ما حرکت بسیار خوبی داشته در سال جدید.
و سال جهش تولید بود و به حمد الله در زمینه‌های مختلف حرکت بسیار خوبی انجام گرفت، برای اینکه علی رغم اینکه خب در مسئله دلار، تأمین دلار ما با مشکلات مواجه بودیم، اما در تولید داخلی با رشد بسیار خوبی مواجه شدیم. لایحه بودجه امسال سال 1400 که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی میشه، رقم درآمد عمومی 841 هزار میلیارد تومانه. رقم یک رقم افزایشی است نسبت به سال گذشته و ما معتقدیم که با کمک همدیگر این رقم قابل تأمین هست، هم در بخش درآمدهایی که داریم از قبیل مالیات، گمرکات، عوارض و امثال اینها، هم در زمینه نفت و هم در زمینه اوراق و هم در زمینه فروش سهام که تقریبا درآمدهای اصلی بودجه ما رو تشکیل میده. ما همه امکانات خودمون رو بسیج کردیم و شرایط رو هم مساعد میدونیم که در سال آینده فروش نفتمون رو افزایش بدیم. این افزایش فروش نفت که بیش از 2 میلیون بشکه نفت و معدنیات رو ما پیش بینی کردیم، به معنای اون نیست که اتکای بودجه رو به نفت بیشتر کردیم. ما معتقدیم این 2,300,000 بشکه نفت و معدنیات در بازار بین المللی و یا در بازار داخلی قابل فروشه و ما میتونیم اینا رو بفروشیم، اما این به این معنا نیست که بودجه ما اتکای به نفتش بیشتر شده. اتکای ما به نفت به همون صورت سالهای گذشته و سال جاری هست در سال آینده، اما افزایش درآمد نفتی ما عمدتاً در دو سرفصل مصرف خواهد شد. ممکنه بعضیا بگن آقا دولت بر مبنای خوشبینی این که میتونه مسائل هسته‌ای رو حل بکنه، مشکلات خارجی رو حل بکنه. نه، دقت کنید من چی میگم. ما 2,300,000 بشکه نفت را یا در بازار بین المللی یا در بازار داخلی خواهیم فروخت. پس بنابراین این بودجه یک بودجه قطعی است برای ما. اما بخشی از درآمدهای نفت صرف بودجه جاری نخواهد شد. ما معتقدیم فاصله گرفتن بودجه جاری با نفت باید روز به روز بیشتر بشه. خلط مبحث نشه. اتکای بودجه یعنی چی؟ اتکای بودجه یعنی بودجه عمرانی. خیلی خوبه به نفت اتکا داشته باشه، ما بودجه عمرانی رو تا جایی که میتونیم دو برابر کنیم، سه برابر کنیم، اشکالی نداره. بودجه اتکاش به نفت بیشتر بشه در کجا؟ در زمینه توسعه راه و راهن و ترانزیت و بنادر و نیروگاه و در زمینه زیرساخت‌های نفت و گاز و توسعه، یعنی در ذیل تیتر توسعه کشور و یا تیتر توانمندسازی مردم محروم. این دوتا تیتر برای اضافه فروش نفت ماست. ما نفت ما رو بیشتر خواهیم فروخت در سال آینده، اما پولش رو یا برای توسعه مصرف میکنیم یا برای توانمندسازی اقشار محروم مصرف خواهیم کرد. بنابراین بسیار مهمه که این اشتباه رخ نده که امسال اتکای دولت در بودجه به نفت بیشتر شده. نه، اتکای ما بیشتر نشده به نفت. البته ما مثل سالهای قبل باز هم علاقه‌مندیم که دولت سهام شرکت‌های خودش رو عرضه بکنه. امسال رقم بسیار بالاتری پیش بینی شده، حدود 95 هزار میلیارد تومان برای فروش سهام
بیشتر هم بشه خوبه. یعنی ما باید سهام دولت رو در بازار عرضه کنیم، حالا عمدتا در بازار بورس عرضه میکنیم اینها رو. این باعث میشه که مردم وارد اقتصاد بشن، مدیریت به تدریج به مردم واگذار بشه. حالا تو یه سیستمی هست مدیریت سریع واگذار میشه به مردم، یک سیستم ETF هست دیرتر مدیریت واگذار میشه، اما مالکیت سریعا به مردم واگذار میشه و میتونه یک شرایط بسیار خوبی رو برای کشور ایجاد بکنه. بنابراین فروش سهام به عنوان یکی از منابع درآمدی ما هست در حدی که مورد نیاز هست. اوراق یکی از موارد درآمدی ما خواهد بود که اینا در تبصره 5 پیش بینی شده. در زمینه نفت ممکنه بخشی از سهم نفت در بازار داخلی فروخته بشه. همه اینها جزو منابع درآمدی ما هست و از این منابع درآمدی تلاش ما بر اینه که یا برای توسعه کشور صرف بکنیم که سازمان برنامه و بودجه در لایحه امروز در پیوست‌ها به طور روشن مشخص کرده اولویت‌های ما در زمینه‌های مهم مثل دولت الکترونیک که برای ما بسیار مهمه، شرکت‌های دانش بنیان که برای ما حائز اهمیت و ما امسال می‌خواهیم و تا آغاز سال آینده همه برنامه‌های ما اینه، برنامه‌های مهم دولت الکترونیک رو تا خرداد 1400 به ثمر برسانیم. و در هفته ما شاهد یک افتتاح مهم در زمینه دولت الکترونیک بودیم و اون سامانه جامع تجارت بود. این سامانه جامع تجارت یعنی شفافیت، یعنی مبارزه با فساد، یعنی پیشبینی درست برای نیازمندی های مردم، یعنی کنترل تمام انبارها، یعنی سرعت یافتن کار گمرک، بانک مرکزی و سمت از پنجره واحد. کسی که میخواد کالایی رو بخره وارد کنه به کشور از پنجره واحد وارد سمت میشه، از سمت مجوزها رو در همون پنجره اخذ میکنه، از اونجا از بانک مرکزی میره تقاضا میکنه و تخصیص میگیره و بعد تأمین میگیره و بعد خرید میکنه و بعد وارد گمرک میشه و از گمرک وارد انبار گمرک میشه، از انبار گمرک وارد انبارهای دیگه میشه، وارد بازار میشه. تمام این مراحل که بخش عمده این سامانه در 9/9/99 افتتاح شد و بخش دیگر اون در بهمن ماه افتتاح خواهد شد، بخش سومش هم در آخر سال، و ما امیدواریم تا پایان سال سامانه جامع تجارت ما بتونه فعال باشه. در بودجه ما برای دولت الکترونیک توجه خاص شده، شرکت‌های دانش بنیان که الان در این مقطع دارن تلاش میکنن و داروهای ما رو تامین میکنن، تجهیزات ما رو در بخش نیازمندی‌های کرونایی تامین میکنن و در بخش‌های دیگر تولید شرکت‌های دانش بنیان دارن تلاش میکنن، حمایت از اینها برای ما بسیار حائز اهمیت هست. در بودجه آینده هم مورد توجه قرار گرفته. و از طرفی برخی از اموری که به ظاهر ممکنه جنبه جاری و بودجه جاری داشته باشه ولی در باطن بودجه جاری نیست، وقتی ما به بحث دانشگاه ها میرسیم، وقتی به بحث پارک های علم و فناوری ما میرسیم، وقتی به بحث آموزش و پرورش میرسیم، وقتی به بحث سلامت مردم میرسیم، اینا ظاهرش بودجه جاری است، اما همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند اینا بودجه جاری نیست و اینا بودجه واقعی عمرانی است، به دلیل اینکه ما نیروی انسانی کافی رو داریم تامین میکنیم، سلامت جامعه رو داریم تامین میکنیم. در بودجه جاری باید اتکای ما از نفت همیشه کم باشه و به حد اقل ممکن و حتی صفر برسه، هیچ اشکالی نداره. ضمن اینکه مردم عزیز ما بدونن در بودجه امسال ما تلاش خواهیم کرد که به اقشاری که در
فشار زندگی هستن، حالا یا درآمد ثابت دارن یا درآمد غیر ثابت دارن، کمک کنیم به اونها. افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ما در بودجه امسال 25%، معافیت‌های مالیاتی رو برای حقوق بالا بردیم از 3 میلیون به 4 میلیون رسوندیم معافیت مالیاتی رو، حداقل دریافتی حقوق کارمندان رو از 2.8 به 3.5 رسوندیم. برای مبارزه با فقر مطلق و کاهش فقر مطلق 16000 میلیارد تومان منبع مد نظر قرار دادیم. کمک‌های معیشتی ما به 60 میلیون نفر و همچنین یارانه معمولی ما مثل سابق پرداخت میشه. بیمه درمان رایگان برای 30 میلیون نفر مد نظر قرار گرفته. در بخش سلامت در مجموع ما اعتبارات بخش سلامت رو به بیش از 2 برابر رسوندیم، هم به دلیل نیازمندی ها، هم به دلیل کرونا و همچنین استخدام 53000 نفر نیروی جدید برای بهداشت و درمان مد نظر قرار دادیم. و بودجه عمرانی امسال ما 104000 میلیارد تومان هست، برای اینکه ما بتونیم هم در استانها و هم در طرح‌ها و پروژه‌های ملی بتونیم طرح‌ها رو سریع‌تر تکمیل بکنیم و به ثمر برسونیم. بنابراین در بودجه امسال توجه خاصی به تولید شده، توجه خاصی به اشتغال شده، توجه خاصی به اقشار محروم شده، توجه ویژه‌ای به اونهایی شده که دارای درآمد ثابت هستند. و در واقع در مسئله اشتغال و عدالت اجتماعی و حمایت از صندوق‌های تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم بودجه امسال ما بوده و همچنین امسال تلاش خواهیم کرد از طریق این بودجه در مولدسازی ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران رو از طریق توسعه حمل و نقل و زیرساخت ریلی و جاده‌ای و بندری افزایش بدیم، در اقتصاد دانش بنیان، هم در فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم در زمینه آنچه مربوط به بیماری کرونا میشه ادامه خواهیم داد، در زمینه آب و محیط زیست و همچنین زیرساخت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و آموزش عالی و آموزش و پرورش و ارتقای بهره‌وری و شفافیت برای مبارزه با فساد و بالاخره ارتقای امنیت غذایی با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در این بودجه مد نظر قرار گرفته. امیدوارم بودجه سال 1400 برای ادامه رونق تولید و برای حمایت کامل از اقشار مستضعف جامعه و برای تحول در اقتصاد نوین جامعه بر مبنای اقتصاد دانش بنیان بتونیم توفیقات خوبی به دست بیاریم. مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان محترم هم خواهش میکنم در زمان مقرر این بودجه رو بررسی و تصویب بکنند و طبق معمولی که باید در ماه بهمن بودجه رو به ما برگردانند تا ما بتونیم در قسمت نیمه دوم بهمن و اسفند آیین‌نامه‌های مقرر رو تدوین کنیم و تصویب بکنیم که سال 1400 انشاءالله به خوبی با تصویب همه آیین‌نامه‌ها آغاز بشه و شروع بشه. امیدوارم امروز که به خاطر شرایط کرونایی نتونستم به مجلس شورای اسلامی برم، در فرصتی آینده فرصتی فراهم بشه تا از نزدیک خدمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسم و مطالبی که در اون مقطع مورد نیاز و بحث هست خدمت نمایندگان تقدیم بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.